سازمان ملل متحد میگوید که افغانستان با یک بحران شدید کمبود آب مواجه است. برنامه توسعه این سازمان در پیامی به مناسبت روز زمین گفته که حدود 80% از خانواده‌ها در افغانستان به آب کافی دسترسی ندارند، در حالی که تنها 20% به آب لوله کشی دسترسی دارند. گفتن است که افغانستان در میان 10 کشور آسیب پذیری شدید از تغییرات اقلیمی و بلایای طبیعی قرار دارد. نهادهای سازمان ملل متحد بارها از تأثیرات ناگوار تغییرات اقلیمی بر زندگی مردم افغانستان هشدار داده و خواستار کمک جامعه جهانی برای مقابله با تأثیرات آن در کشور شدند. در همین حال برنامه غذایی سازمان ملل گفته که میلیون‌ها کودک در افغانستان به سوء تغذیه دچارند و به همین دلیل کار توزیع مواد غذایی را به خانواده‌هایی که در نتیجه سیلاب‌های اخیر آسیب دیدند سرعت می‌دهد. این سازمان در گزارش خود که روز دوشنبه 3 اردیبهشت منتشر کرد، می‌افزاید که مردم افغانستان از ناامنی غذایی رنج می‌برند و ده‌ها میلیون نفر در سال جاری میلادی به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. این گزارش همچنین میگوید که در اثر باران‌های شدید ماه گذشته در سراسر افغانستان چندین منطقه زیر آب پنهان شده است. در ادامه این گزارش آمده است که جیره‌بندی مواد غذایی پس از مشخص شدن تعداد خانواده‌های آسیب دیده آغاز می‌شود. برای توضیحات بیشتر همراه هستیم با سلطان علی جاوید، کارشناس مسائل سیاسی از فرانکفورت. آقای جاوید سلام و عرض ادب. سلام خدمت شما، امیدوارم صدای مرا داشته باشید. بله بله آقای جاوید بفرمایید. خیلی ممنون، متشکرم. در قسمت سوال شما خدمت شما عرض شد که گزارش را که سازمان ملل متحد در مورد کمبودی آب در افغانستان نشر کرده، فکر می‌کنم که دارای واقعیت‌های بسیار گسترده هستند و فکر می‌کنم که تنها به بعضی از موارد بسیار جزئی اشاره شده. اگرچه سازمان ملل متحد روی مسئله اقلیم تقریبا اشاره کرده، ولی خب مشکلات ناشی از کمبودی آب در افغانستان یک مشکلات همیشگی بوده و در دور طالبان برکت در دوران جمهوریت و قبل جمهوریت بوده. متاسفانه در اون در افغانستان نظام آبرسانی یا سیستم های آبرسانی بسیار ضعیف بوده و سیستم های مدرن نبوده و به همین علت باشده که خیلی از مردم دیهات به شهر خوب کشید کنند و با افزایش نفوذ دیهات شهرها بیشتر مشکل کمابتی در شهرها احساس بشه. ولی کمبود آب در شهرها و علت افزایش بیش از حد نفوذ است و همچنین نبود سیستم های آبرسانی بسیار مدرن باعث شده که مشکل کم احساس شود. بله، سیل های اخیر چه تأثیری در زمینه بحران آب در افغانستان داشته؟ بفرمایید. خب سیل های اخیر شما میدونید که در افغانستان سیستم های آبرسانی بسیار به شکل سنتی است، یعنی مردم ها از دریاها جوهای بسیار متر ابتدایی را کشف من طرف های قریه و قشلاق، طرف دهات و از امو جوی ها آب استفاده میکنن و حوض دارن از اونا پر میکنن. با آمدن سیلاب تمام از جوی ها تقریبا تخریب میشه و سربن های آب تخریب میشه و تقریبا مردم مدت های طولانی برای آب دسترسی ندارن. متاسفانه در یه آخر که با پشتوانی دولت ها یا مثلا پشتوانی مؤسسات یک سلسله شبکه‌های آبرسانی ایجاد شده بود، اونا هم با این فرصت توسط سیلاب‌ها تخریب بشه. بنابراین سیلاب‌ها باعث میشه که تمام سیستم آبرسانی سنتی و مدرنی که اونجا درست شده کاملا از بین بره و این اولین ضربه برای مردم اما مسئله افزایش بیماری هاست که ناشی از آب آشامیدنی ناسالم هستن که مردم بسید. بله آقای جاوید بفرمایید راهکارهایی که برای حل بحران آب در افغانستان میتونیم پیشنهاد داد و از نظر شما چیه این راهکار؟ بفرمایید. خب افغانستان خوشبختانه قبلا در دوران جمهوریت یک ساختارهای درست شده بود به خاطر مدیریت مشکلات مردم، به خاطر ارائه خدمات برای مردم.
او بهش ایجاد شوراهای انکشافی در هر قریه بود. شورای انکشافی قریه ها اینا به دفع مکلفیت داشته که صدای آرمانی و مشکلات مردم رو به دولت برسانه و دولت بر از اونا کمک بکنه. من نظر میست که اگر قرار باشه که بتونه مشکلات های ناشی از کمبودی آب حل بکنن، باید شوراهای قریه رو مجددا فعال بکنن، پروژه هایی که برای آبرسانی احیا میشن یا احداث میشن اینا را برای توسط مردم بسازن و بعد این سیستم های درست شده آبی آشامیدنی را توسط شوراهای قریه مدیریت بکنن و هزینه های ناچیزی را که از مثلا روی مردم باید پرداخت بکنه تا سیستم خود از زنده نگه کنه. در ضمن پیشنهاد است که اگر ممکن باشه از فرچه های عمیق و نیمه عمیق جلوگیری بکنن و برعکس روی شبکه های آبرسانی در سطح قریه و در سطح شهر بیشتر تمرکز بکنن. من فکر کنم که بخش آبرسانی شبکه های آب در شهرها و شرکت های خصوصی داده شده که تا بیتونن مدیریت سالم و مراقبت شبکه های خصوصی رو بیتونن انجام بدن تا مردم در شرایط اضطراری و غیر اضطراری عذاب آشامیدنی محروم نشن. با تشکر از سلطان علی جاوید، کارشناس مسائل سیاسی که از فرانکفورت با ما همراه بودند.